درود به دوستان عزیز، امیدوارم حال و خوب و خوشی داشته باشید و روزگار بر وفق مرادتون باشه. ممنون که کانال یوتیوب ما رو همراهی میکنید. لطفا کانال یوتیوب دلتا مدیا رو لایک و سابسکرایب کنید تا شما رو با جدیدترین موضوعات و سرگرمی های روز دنیا آشنا کنیم. امروز میخواییم با شما راجع به خواص درمانی آبقوره در طب سنتی صحبت بکنیم و خواص درمانی که برای درمان چاقی داره. قوره چی هستش؟ قوره به انگور کال و نرسیده‌ای گفته میشه که ویتامین C زیادی داره که در ایران از آب قوره زیاد استفاده میشه. آب قوره که از انگورهای نرسیده ترش به دست میاد از لحاظ طب سنتی داره طبع سرد هستش. قوره داره طعم ترشی هستش و برای درست کردن انواع ترشی و آب قوره مورد استفاده قرار میگیره. از نظر طب سنتی خواص آب قوره برای سلامت بدن بسیار زیاد هستش. آب قوره با افزایش اسیدیته معده میتونه در هضم غذاهای چرب و سنگین مفید باشه. همچنین افراد مسن که به دلیل کاهش اسید معده به خوبی نمیتونن غذا رو هضم کنند میتونن از این چاشنی برای تسهیل هضم غذا کمک بگیرند، ولی نباید در مصرف اون زیاده روی کنند. آبقوره صفرابر هستش و کمک به دفع زردی میکنه و همچنین میتونه باعث تقویت کبد بشه. از طرفی به دلیل داشتن اسیدهای عالی پتاسیم دار برای درمان پادرد و کمردرد و درد سیاتیک و روماتیسم مفید هستش. آبقوره ادرار آور هستش و همچنین به دفع سموم از طریق کلیه ها کمک میکنه. این چاشنی خاصیت کاهش حرارت بدن و رفع آتش رو هم داره که بدین جهت در موارد تب و سل ریوی میتونه مورد استفاده قرار بگیره. از طرفی محرک اشتها بوده و افزودن کمی از آن به غذا میتونه باعث طعم مطلوب غذا بشه و به افزایش جذب املاح معدنی به ویژه آهن مواد غذایی غیر حیوانی مانند حبوبات کمک کنه. مصرف آبقوره در خانم ها میتونه در باز شدن قاعدگی مؤثر باشه. به علاوه این چاشنی در درمان اسهال ساده نقش داره. خواص درمانی آبقوره. قوره از نظر طب قدیم ایران سرد و قابض هستش و در درمان ورم مخاط دهان و نرمی لثه ها مؤثر هستش. خوردن آبقوره برای درمان چاقی مفید هستش. خوردن آبقوره بلوغ دختران رو جلو میندازه و قاعده رو باز میکنه. آبقوره چون دارای تارتارات پتاسیم هست برای درمان سیاتیک و روماتیسم حاد بسیار مفیده. حرارت و صفرای بدن رو دفع میکنه و روده ها رو ضد عفونی میکنه. آبقوره تقویت کننده هستش. برای برطرف کردن ورم گلو آبقوره رو قرقره کنید. برای دفع کرم روده و تقویت معده باید مدت 5 روز آش آبقوره همراه با زیره سیاه مصرف کنید. البته در این مدت باید از خوردن غذاهای سنگین اجتناب کنید. آبقوره درمان کننده پا و کمر درد هستش. برای معالجه میتونید مدت 10 روز آش آبقوره مصرف کنید. ترشی قوره نیز برای معالجه روماتیسم و سیاتیک بسیار مفید هستش. طب سنتی و احادیث امام رضا در مورد خواص آبقوره. آبقوره از لحاظ طب سنتی دارای طبع سرد هستش. امام رضا در طب و رضا غلبه مزاج بلغم در فصل زمستان رو محتمل برشمردن که با عنوان مزاج زمستانی از آن یاد کردند. از این رو مطابق تدابیر غذایی امام رضا بر اساس ماها و فصلها، کسانی که طبع سرد دارند نباید از قوره و فراورده های اون استفاده کنند، ولی افراد گرم مزاج که مبتلا به بیماری های حرارتی می باشند می تونن از اون استفاده بکنن، چرا که قوره مزاج را سرد و خشک کرده و حرارت خون و صفرا را
در بدن کم میکنه و باعث از بین رفتن صفرا و بلغم موجود در معده میشه. از این رو کارشناسان طب اسلامی معتقدند که افرادی که چاق هستند برای لاغر کردن خودشون باید از غذاهای سرد و خشک استفاده کنند، چرا که این افراد دارای طبعی گرم هستند و برای لاغری باید به روش درمان به ضد استفاده کنند که مصرف غذاهای سرد و خشک رو میتونن برای لاغری استفاده کنند و آبقوره یکی از این غذاهای سرد و خشک هستش. دوستان عزیز، خواص درمانی آبقوره برای سلامتی بدن بسیار زیاده که از جمله از اونها میتونیم برای کاهش فشار خون و درمان دیابت و سایر موارد مفید در درمان بیماری ها ازش براتون صحبت بکنیم. اگر شما دوست دارید برای شما از خواص بیشتر آبقوره و نحوه استفاده از اون برای درمان بیماری ها و نحوه استفاده از اونها و دستور عملهای اونها در طب سنتی صحبت بکنیم، لطفاً برامون کامنت بذارید تا در ویدیو بعدی از خواص و دستور عملهای درمانی اون در طب سنتی صحبت بکنیم. و در آخر متشکریم از اینکه این ویدیو رو در کانال یوتیوب دلتا مدیا دیدید و با یه مطلب جدید دیگه آشنا شدید. اگر کانال یوتیوب دلتا مدیا رو لایک و سابسکرایب نکردید، لطفاً لایک و سابسکرایب کنید. با تشکر.